من سلام میکنم دوستان عزیز. اگر اجازه بدید یه نگاه کلی بکنیم به بحث هایی که در واقع تا اینجا انجام دادیم و اینکه از اینجا به بعد چجوری میخوایم جلو بریم. دو تا مسیر رو داریم سعی میکنیم همزمان جلو بریم. مسیر شماره یکمون اینه که در مورد مسئله در واقع فعالیت اجتماعی روی وب تلاش میکنیم که از یک دیدگاه منظر در واقع نظری، از منظر در واقع مفاهیمی که وجود دارن و اینکه این مفاهیم چطور در طول زمان تغییر کردن و ما در واقع چطور تلاش میکنیم که در فضای وب فعالیت بکنیم و اهمیت داشته باشیم، سعی میکنیم که خود بالاتر بریم از مصداق ها و در مورد مفاهیم صحبت بکنیم. اما در این حال یکی از اهداف این مجموعه در واقع این هست که در مورد مصداق ها هم صحبت بکنیم، یعنی صرفاً که بیم حرف کلی رو بزنیم مسئله رو حل نمیکنه. این پیدا کردن در واقع این توازن بین این دو، با توجه به اینکه در واقع این اولین باری هست که این کلاس داره راه میشه، خیلی کار راحتی نیست. از یک طرف این علاقه رو من هم به خودم شخص دارم و انگیزه های خوبی هم براش دارم که ما بیایم و در واقع صحبت کنیم که اصلا مسئله امنیت چیه، چه کارش میخوایم بکنیم و از این جنس، اما از اون طرف باید بتونیم در واقع در مورد اون ابزارهایی که همین دستمون هستن صحبت بکنیم. من از شما کمک میخوام که در طول درس، همونطوری که در واقع بارهای قبل گفتم سعی کردم هر بار تاکید بکنم، وارد بحث بشید. این بحثیه که زمانی موفق میشه که ما بتونیم وارد گفتگو بشیم. هدفمون اینه که ما در مورد این موضوعات گفتگو بکنیم. هر کدوم از ما تجربه هایی داریم، راجعی مثلا کتاب خوندیم، راجعی مثلا در واقع کاربر بودیم خودمون و باید بتونیم که این تجربیات رو با هم در میون بذاریم، راجع به مسئله بتونیم صحبت بکنیم. اگه دقت کرده باشید بخصوص در جلسه قبل میرسیم به مواردی که موضوع مسئله امنیت تلفن همراه در واقع به میون میومد یا مسئله امنیت به طور کلی در فعالیت در فضای مجازی، ما این مجموعه روایت های رو دور برمون داریم. خیلی از این روایت ها خیلی دقیق نیستن، خیلی روشون کار نشده، هیچ وقت اون افراد ننشستن به دقیقاً موشکافی کنن که چی، یعنی خیلی بیشتر از جنس در واقع شایعه و از جنس ترسه. باید بتونیم تبدیل به اطلاع بکنیم، مسئله‌ای که روش حرف زده باشیم امکان در واقع فنیش رو سنجیده باشیم و از اونجا در واقع راه حلی رو درآورده باشیم. این رسیدن به این نقطه کمک شما رو احتیاج داره، یعنی من خوشحال میشم که هر لحظه شما دست بلند کنید و ما شروع کنیم به حرف زدن. خب حتما میخوایم که به مفاد درسمون برسیم، حتما میخوایم به همه اجازه بدیم که صحبت کنن، ولی حرف بزنیم. هدف شماره یک این درس به نظر من حرف زدن در مورد مسئله استفاده از تلفن همراه در فعالیت اجتماعی و مسئله امنیت اونه. راجع به موضوع حرف بزنیم. یکی از روش‌هایی که وجود داره در طول این جلسات هفتگی که داریم دست بلند بکنید، صحبت بکنید. اگر علاقمند نیستید به هر دلیلی که صوتی صحبت بکنید، ما اینجا چت باکس داریم، اینجا بنویسید. من هر از گاهی در کلاس صبر می‌کنم و موارد رو اینجا می‌خونم و سعی می‌کنم روشون صحبت بکنیم. و ما فورم رو هم داریم، خوبم فعال بوده، بیشتر از این هم میتونه فعال باشه. موضوع مرتبط با امنیت دور بر ما خیلی اتفاق میفته، به خصوص مسئله امنیت تلفن همراه الان خیلی داغه و حتما همه شما در طول وبگردی های روزانه‌تون به مواردی میخورید، برمیخورید، چه مواردی که مرتبط با ایران هستن، اتفاقی در ایران افتاده، و چه مواردی که ارتباط به در واقع تصویر بزرگتر دارن. موضوع امنیت تلفن همراه از دید در واقع پارامترهای مختلفش در کشورهای مختلف، اتفاقاتی که افتاده و غیره، اینا رو بریم و در فورم روشون صحبت بکنیم. بذارید اونجا رو ما کم کم تبدیل بکنیم به یه فضایی که هر کدوممون اگر یک موضوع جالبی رو می‌بینیم بیاریمش اونجا و به اصطلاح این طرفی فکت چکش بکنیم، حقایقش رو در بیاریم، تحلیلش بکنیم و ببینیم که در واقع در اون چی وجود داره. یک مقداری از بحث جلسه سوم موند، اگر خاطرتون باشه ما رسیدیم تا سرفصل پیام کوتاه و اون بحث رو انجام بدیم چون خیلی بحث مهمیه. ما دقیقاً وقتی که در مورد امنیت تلفن همراه حرف میزنیم، حالا یه بحث خیلی انتهایی یه طیفیمون امنیت در واقع خطراتی که از جانب ساختارهای قدرت وجود داره، یعنی ساختارهای موجود در جامعه وجود داره، یعنی ساختار حاکم، پلیس و غیره، خیلی هم ربطی به منحصر به جامعه خاصی نیست. در تمام جامعه ها افراد مجبور هستن کم کم که از در واقع حریم شخصی خودشون حفاظت کنن به دلیل انواع اتفاقاتی که میفته. اما نکته شما هم خیلی نکته خوبی بود، یعنی ما کم کم وارد فضایی میشیم که بحث امنیت در واقع از دید آزادی های شخصی نیست، از دید مسئله اقتصادی. اگر خاطرتون باشه این خبر رو دنبال کرده باشید، یک زمانی اگه اشتباه نکنم در لندن یه چیزی وجود داشت، پیشنهادی وجود داشت که روی سطل آشغال ها یه دستگاه گذاشته بشه که این اگه اشتباه نکنم میاد تلاش میکرد به کمک بلوتوث
سعی کرد بفهمه اگه موبایلی دور و بر هست به ترتیبی هم باش تماس میگرفت، یک اطلاعی ازش به دست میاد، بعد جزئیاتش رو پیدا کنم، پیدا کنم و لینک کنم. و بعد نهایتا هدف این بود که در واقع تبلیغی روی ساخت آشغال مانیتوری هم وجود داشت، تبلیغی اونجا نمایش داده بشه که به ترتیبی در واقع به اون فردی که رد میشه مرتبط باشه. خب این از اون جاهایی که احتمالاً وقتی ما می‌خوایم مسئله امنیت رو روش تعریف بکنیم خیلی سخت میشه، یعنی اینکه دقیقاً چه ناامنی در اتفاق میفته رو احتمالاً خیلی ها بگن خب ناامنی نیست میتونی نگاه نکنی. در انتهای جزوه در واقع شرح درس شماره 3 ما یه سرفصل داشتیم اسم پیام کوتاه و این مسئله خیلی مهمه، خیلی باید روش صحبت بکنیم. از اون جایی که در بین تکنولوژی‌های ارتباطی پیام کوتاه یکی از ناامن‌ترین اونهاست و متاسفانه حالا شاید به این دلیل که در واقع به چه ترتیبی و کی وارد جامعه ما شد، حداقل یک زمانی من خاطرم هست خیلی ازش زیاد استفاده میشد و خطرات زیادی رو هم برای افراد ایجاد میکرد. چرا میگیم پیام کوتاه به شدت خطرناکه؟ پیام کوتاه بدون رمزگذاری در اکثر شبکه ها فرستاده میشه، یعنی متنی که شما دارین میفرستین در فضای آزاد دارین میفرستین، فرستادن پیام کوتاه به یه ترتیبی مثل داد زدن وسط جمعیتی و آدم های مختلف میتونن این رو بشنون و این صرفاً در واقع دارنده شبکه نیست، صرفاً مسئله شبکه تلفن همراه نیست، با تجهیزاتی که در واقع کسی که بخواد داشته باشه میتونه از عهده در واقع پرداخت هزینه‌اش بر بیاد میشه فهمید که چه پیام کوتاهی رو چه کسی داره میفرسته. علاوه بر این میشه پیام کوتاه رو تغییرش داد و میشه جعلش کرد، یعنی دقیقاً دوستمون نوشتن فرستادن پیام کوتاه مثل فرستادن کارت پستال. دقیقاً تصور بکنید که فرستادن کارت پستالیه که توش میخواد در مورد پستچی هم یه حرفی بزنه، این پستچی خیلی کارش داره بد انجام میده، نه تنها این امکان رو داره که بدون که شما فرستادید بلکه میتونه کارت دیگه جای شما بفرسته و مهمتر از این دوتا اینه که میتونه رو به راحتی دنبال بکنه. یکی از نکات خیلی مهم در زمانی که ما یک ابزار ارتباطی رو انتخاب میکنیم اینه که ببینیم ابزار انتخاب در ابزار ارتباطی ما در واقع با اون نهادی با اون موقعیت که داریم در واقع سعی میکنیم وارد یک مبارزه مدنی علیهش بشیم چه امکاناتی رو میده. دنبال کردن پیام کوتاه به شدت راحته، اگر دوستان اینجا باشن که کار برنامه‌نویسی کرده باشن میدونن اگر من پیام کوتاهی رو برای یکی از شما بفرستم و مثلا این پیام کوتاه رو برای 20 نفر بفرستم، فرض کنید تمام افراد این گروه من این پیام کوتاه بفرستم، یه توصیه امنیتی رو بفرستم، بعد شما هم خوشتون بیاد و بخواید اینو برای دیگران بفرستید، کاری که ما در دنیای امروزه زیاد انجام میدیم. در فضای شبکه‌های اجتماعی توییت رو می‌بینیم، ری توییت می‌کنیم برای دوستامون، یا اینکه در فیسبوک چیزی رو می‌بینیم شیر می‌کنیم، یه زمانی هم ایمیلی برامون میومد فوروارد می‌کردیم برای همه. ما زمانی که این کارو انجام میدیم، یعنی نودهای ارتباطی، نقطه‌های ارتباطی شروع می‌کنن و در واقع به یه تعداد زیادی نود شروع می‌کنن اطلاع فرستادن، همیشه این خطر وجود داره که ممکنه بشه اون رو دنبال کرد. در مورد پیام کوتاه نرم افزار وجود داره، یعنی اطلاعات موثقی وجود داره که نرم افزاری وجود داره برای اینکه شما یک پیام کوتاهی رو در شبکه جستجو بکنید، درختی رو که در اون این پیام پخش شده رو پیدا بکنید و برید کم کم برسید به اینکه این پیام از کجا آمده بوده، چه افرادی رو فرستادن و در واقع سرشاخه ها رو پیدا بکنید. به این دلیل فرستادن پیام کوتاه به صورت بدون رمز، به صورتی که قابل فهم برای همگان باشه، به شدت کار خطرناکیه و نه تنها خودتون استفاده نکنید، حتما از دوستانتون بخواید که بهتره با پیام در واقع پیام کوتاهی با مضمون سیاسی و اجتماعی رو به صورت دست جمعی نفرستن، پیام کوتاهی که نمیخوان کسی در واقع بتونه دنبال بکنه و پیداشون بکنه. کارهای ساده‌ای ولی میشه انجام داد خوشبختانه و البته همیشه اینجا ما وقتی راجع به راه حل‌های امنیتی صحبت میکنیم همیشه در واقع علاکلنگی بین پیدا کردن راه حل‌های جدید و پیچیده‌تر کردن الگوریتم‌ها. مثلا یکی از راه حل‌هایی که وجود داره اینه که پیام کوتاهی که برای شما میاد رو تغییر بدید و برای دیگران بفرستید، چند تا کاراکتر توش اضافه بکنید، چند تا فاصله بزنید، یک کلمه رو دیکتش رو اشتباه بکنید، دو تا کلمه رو جابجا بکنید و به این ترتیب اگر یک جستجوی ساده متنی انجام بشه نمیشه به راحتی در واقع پیدا کرد که شما این مطلب رو برای دیگران فرستادید. هرچند با توجه به این مسئله که پیام کوتاه رمزگذاری نداره و شبکه به اون دسترسی کامل داره، در نهایت احتمالاً هر کدوم از ما هم میتونیم به الگوریتم‌های ساده‌ای فکر بکنیم که توشون دقیقاً بشه همین راهکاری که الان پیدا کردیم رو در واقع شکست. شاید باید به مسئله اینطور نگاه کنیم، اصولا ما چرا از پیام کوتاه استفاده می‌خوایم بکنیم، چه چیزی به ما میده با توجه به اینکه در فضای آزاد کار می‌کنیم. یک نکته مهم دیگه هم اینه که فیلتر کردن پیام کوتاه خیلی کار راحتیه. بارها گزارش‌ها در مورد این وجود داشته که در موقعیت‌های خاصی
کلمات خاصی فیلتر شدن و بنابراین پیام کوتاهی که اون کلمه درشون وجود داشته اصلا به دست گیرنده در واقع نمی رسیدن. این در مورد زمانی که داریم پیام کوتاه رو میفرستیم و در واقع در زمانی که داره در شبکه پخش میشه، در زمانی که در بافرهای شبکه وجود داره. اما نکته خیلی مهم دیگه، دوستان در فورم هم راجعش صحبت کرده بودن، اینه که پیام کوتاه رو اجازه ندید روی گوشی موبایل شما بمونه. بله، یکی از دوستان در چت باکس جالب رو نوشته، از لغات کلیدی استفاده نکنید. مثلا به جای فرض بکنید کلمه احمدی نژاد، از در واقع اضافه کردن کاراکترهای وسط، اضافه کردن فاصله ای که نباید باشه، یا تبدیل کردن مثلا به جای احمدی نژاد احمدی نژاد، حالا اسم ایشون رو در واقع فقط صرفا مثالی داریم میگیم، فکر کنید بگید مخاطب شما چه کلمه رو میتونه متوجه بشه، اما برای الگوریتمی که داره دنبالش میگرده این کار سختیه، یه ذره باید ذهنیت ضد ماشین اونجا داشته باشیم، چطور میشه ماشین رو گول زد. گفتیم که این برای زمانی که پیام کوتاه داره در شبکه پخش میشه. یک نکته مهم دیگه اینه که خیلی از گوشی های موبایل با توجه به موقعیت فعلی که گوشی های موبایل ما به شدت حافظه های بلندی دارن، حافظه زیادی دارن و متن هم چندان جایی نمیگیره، اینه که هر کدوم از ما احتمالاً روی گوشی خودمون یک بایگانی بلندی از پیام های کوتاهی داریم که اخیراً فرستادیم و این بایگانی به شدت خطرناکه. احتمالاً بعضی از این پیام ها هستن که خیلی چیز خاصی نیستن، حالا مثلا دوستتون گفتین که من دارم میام فلان جا مثلا ببینمت، اما احتمالاً در بین اون پیام های کوتاه چیزی هست که میتونه به شما صدمه ای بزنه اگر کسی به اون پیام دستی پیدا کنه. همین تمرین رو هم الان انجام بدید. اگر تلفنتون همراهتونه بازش بکنید، پیام های کوتاهی که روش وجود داره رو نگاه بکنید و سعی بکنید از دیدگاه یک ناظر بیرونی ببینید، از دیدگاه فردی که احتمالاً میخواد به شما صدمه ای بزنه. نگاه کنید به اینکه چه پیام های کوتاهی دارید، از چه افرادی دارید و اینها چقدر قدیمیه. هیچکدوم از دوستان میتونه یه نگاه سرسری بکنه و به گروه بگه که قدیمی ترین پیام کوتاهی که روی موبایلش داره مال کی، یعنی از کی پیام اونجا وجود داره که پاک نشده. دوستی نوشتن من ماهی یک بار پاک میکنم. این خیلی کار جالبیه، یعنی اگر کسی بتونه در اون کار رو انجام بده عملا یکی از بهترین روش هست. قدیمی ترین پیام سال 2009، این یعنی که شما در 4 سال گذشته در واقع آرشیوی از پیام های کوتاهتون وجود داره. اگر موبایل شما گم بشه دیگری میتونه در واقع به اون محتوا دسترسی پیدا کنه. زمانی که در مورد پیام کوتاه حرف میزنیم، ما جلسه پیش در مورد تلفن های غیر هوشمند صحبت میکردیم. در مورد تلفن های هوشمند مسئله یه مقداری سخت تره، به این دلیل که خیلی اوقات پیام های کوتاه ما وقتی بکاپ میگیریم میمونه، پیام های کوتاه ما وقتی گوشیم رو عوض میکنیم منتقل میشه، خیلی از این روی کلاود میره، خیلی هم روشون کنترل دیگه نداریم، یعنی کاملا ممکنه که فکر کنیم پیام پاک شده ولی بکاپی گرفته شده بوده مثلا روی آی کلاود یا هر جای دیگه و اونجا وجود داره. این خطر همینجوری وجود داره، فکر نکنم که فقط پیام کوتاه اینجا هست. اگر کسی بتونه با آیتیونز شما مثلا لاگین بکنه ممکنه بخش از اینها رو ببینه. دوستی نوشتن من همیشه پاک میکنم. 922 تا مسیج. یه دوری بزنید در پیام های کوتاهی که دارید. هر کدوم از ما به هر حال به اقتضای زندگی شخصی خودمون پیام های کوتاهی داریم که نمیخوایم دیگران جوش بدونن. ما اصولا در یک اتاق شیشه‌ای زندگی نمی کنیم. در زندگی ما همیشه جزئیاتی وجود داره که اینا شخصیه، نمیخوایم بهشون در اطلاع داشته باشیم. اگه اطلاع داشته باشن برای ما میتونه در واقع هزینه و دردسر ایجاد شه. یه نگاه بکنید و پیدا بکنید که مسلما نمیخوایم که اون رو در واقع پیام کوتاه رو اینجا برای ما بنویسید، ولی نگاه بکنید و ببینید چه پیام کوتاه خطرناک حساسی وجود داره که میتونه به شما صدمه بزنه. آیا همچین چیزی روی موبایل شما هست؟ دوستی نوشتن پیام های حساس رو پاک میکنن. دوستی نوشتن بکاپ روی آوتلوک میگیرن. نکته ای که الان میخوایم راجعش صحبت بکنیم، ما زمانی که اطلاعات رو بکاپ میگیریم به یه مفهومی داریم نسخه پشتیبان ایجاد میکنیم، بنابراین اگر اطلاعات رو نسخه اصلی رو از دست بدیم نسخه دوم رو داریم. خب این خیلی کار خوبیه. هر کسی احتمالاً اگه اطلاعات مهمی داشته باشه، اطلاعات مهم میتونه از عکسای شخصی باشه، میتونه کار دانشگاهی باشه، یا چیز دیگه‌ای باشه، از اونها بکاپ میگیره. بکاپ گرفتن کار خیلی پسندیده‌ایه و همه استفاده می‌کنیم ازش. اما دقت کنید که وقتی ما بکاپ میگیریم یک نقطه ضعف دیگه ایجاد کردیم. یعنی حالا نکته این نیست که کسی بتونه به گوشی موبایل ما دستی پیدا کنه، نکته مهم اینه که بتونه مثلا به دراپ باکس ما دستی پیدا کنه یا هارد درایوی که اینا رو روش ریختیم و غیره. یعنی اون یک قدم در واقع خطر ایجاد می‌کنه. این نکته خوبیه که ما به جای استفاده از پیام کوتاه
بیایم و از اپلیکیشن های استفاده بکنیم، مثلا وایبر، مثلا اسکایپ، مثلا گوگل هنگ اوت، مثلا فیسبوک یا غیره. اینجاست که مسئله باز شروع میکنه لایه های پیچیده‌تری پیدا میکنه. یعنی وقتی راجع به وایبر صحبت میکنیم و انواع اقسام اپلیکیشن های دیگه، خیلی وقت ما به مسئله امنیتش دقت نکردیم. اجازه بدید مسئله اپلیکیشن ها رو روش برگردیم مفصل‌تر صحبت کنیم. اما یه کاری بکنیم. یکی از دوستان گفتن که پیام کوتاهی که براشون صدمه میزنه اطلاعات بانکی. بله، اطلاعات بانکی دست کسی بیفته میتونه شما صدمه بزنه. اما فکر میکنم صدمه های خیلی بزرگتری هست که ما میتونیم بخوریم و از حساب بانکیمون خیلی بزرگتره. من دقیقا نمیدونم که الان احتمالا دقیقا قراردادهای بانکی چه شکلیه، ولی خیلی اوقات اگر اطلاعات بانکی شما نشت بکنه و دیگری بتونه برسه حساب شما پول برداره، خیلی اوقات بانک بیمه‌ای داره که پول رو شما پرت میگیره. اگه شما بتونید نشون بدید که من این پول رو بر نداشتم و در واقع پسوردم لو رفته بود یا هر چیزی، احتمالاً میتونید پول رو برگردونید. این خیلی نکته خوبی بود که ما وقتی به مسئله امنیت فکر می‌کنیم، خیلی اوقات حواسمون خیلی مستقیم میره به مسئله مثلا پول، مسئله حساب بانکی و غیره. ما هم که دوستمون گفتن معمولاً این پیامک‌ها خیلی اطلاع ویژه‌ای درشون نیست. و همونطور که گفتن مسئله فعالیت اجتماعی یکی از اون چیزهایی که میتونه خطرناک باشه و من بهش مسئله زندگی شخصی رو اضافه میکنم. ما رابطه هایی رو داریم، رابطه های خیلی شخصی و در واقع خصوصی رو داریم که بعد به کمک این ابزارهای دیجیتال هم، ابزارهای مدرن هم در واقع در مورد اونها صحبت میکنیم. ممکنه شما پیام کوتاهی به دوست دختر دوست پسرتون زدیم و اگر اون به در واقع دست کسی بیفته میتونه به شما صدمه ایجاد بکنه. بعد اون هیچ بیمه‌ای هم براش وجود نداره. اون یه صدمه روحیه که احتمالاً شما ترجیح بدید که نمیدونم 1,000,000 تومان پولتون از دست بدید ولی اون اتفاق نیفته. بعد از کلاس یکی از تمرین‌ها هم هست. یه نگاهی به گوشی موبایلتون بکنید از این دید. فرض بکنید که آدمی میخواد برای شما صدمه ایجاد بکنه. گوشی موبایل شما چقدر به اون آدم این امکان رو میده؟ رو نگاه بکنید. و دوستان هم روش‌های جالبی رو گفتن در مورد اینکه در مورد پاک کردن پیام کوتاه، خب اگر واقعا احتیاج بهش نداریم پاکش بکنیم. اگر این روش ارتباطیه و در واقع محتوای ارتباطی منتقل شده، ما دیگه نیازی نداریم که اون رو نگه داریم. دوستان من نکته جالبی رو گفت می‌نویسن توی چت، نوشتن اکثر فعالان اجتماعی خط دومی دارن که فقط تعداد محدودی اون شماره رو دارن و همه پیام‌ها رو بعد از دریافت خوندن پاک می‌کنن. نکته‌ای که راجعش هم صحبت کردیم، داشتن در واقع خط تلفن دوم. خیلی جاهای دیگه همین مسئله کار میکنه. مثلا به این دقت بکنید که آدرس ایمیل شما، اگر آدرس ایمیل شما در واقع آدرسی کاملا دونسته از همه میدونن، اتفاقا در خطر هک شدن هستید. اگر یه آدرس ایمیلی داشته باشید که خیلی کسی حتی خبر نداره مال شماست، یه میزانی از امنیت رو برای شما ایجاد میکنه. اجازه بدید در مورد توییتر در فورم صحبت کنیم اگر اشکالی نداره. خب امنیت اتصال، دوستمون گفتن که میخوام بکاپ بگیرم، میخوام تلفنم رو وصل بکنم به کامپیوتر و یه نسخه جایگزینی از اطلاعاتم بگیرم. خب اینجا همون اونجاییه که تمام بحث هایی که ما در مورد در واقع امنیت کامپیوتر شخصی صحبت میکنیم میاد اینجا به در واقع تلاقی پیدا میکنه با امنیت تلفن همراه. اگر شما یک کامپیوتر شخصی دارید که آلوده است یا در یک فضای عمومی مثلا یک کافینت یا هر جاییه و تلفنتون رو وصل میکنید، الان دارید بالقوه در واقع در خطر قرار میگیرید. نه به این دلیل که تلفن شما در واقع بهش نفوذی انجام شده، بلکه به این دلیل که ماشینی وصل شده که نفوذ بهش انجام شده. اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه اشتباه نکنم iOS 7 بیاد، این بحث مطرح شد که اگر شما آیفونتون رو وصل بکنید به یک دامو میخواید شارژ بکنید، فرض کنید از طریق USB به یه شارژر وصل میکنید، در حالی که شما نمیدونید و بین در واقع در داخل اون پورت USB میکرو کامپیوتری وجود داره، به این ترتیب میشه اطلاعات شما رو در واقع از شما سرقت کرد. معنی مفهوم این حرف چیه؟ وصل کردن تلفن همراه به کامپیوتری که آلوده شده احتمال در واقع نشت اطلاعات رو زیاد میکنه. بنابراین تلفن همراه خودتون فقط به کامپیوترهای وصل کنید که امنیتشون از امنیت اونها اطمینان کامل دارید. اگر لزومی نداره تلفن همراهتون رو متصل نکنید به صورت سیمی، این کار رو انجام ندید. اگر میخواید مثلا موسیقی گوش بدید میتونید بلوتوث بهش وصل بشید. اگر میخواید مثلا موسیقی گوش بدید و احتیاج دارید و یکی از روشهایی که میتونید انجام بدید اینه که ارتباط سیمی رو در واقع ایجاد بکنید، سعی کنید روشهای دیگه رو استفاده بکنید.
از ارتباط بلوتوس استفاده بکنید، حتی از ارتباط آگز استفاده بکنید، خروجی صدا رو ازش بگیرید و این لایه‌های امنیتی رو در واقع از دست ندید. به هر حال قبل از اتصال خودتون به یک اتصال موبایل خودتون به یک کامپیوتر شخصی، حتما مطمئن بشید که این کامپیوتر کامپیوتر امنیه، در افزار آنتی ویروس روش وجود داره و میشه بهش اعتماد کرد. خیلی اوقات نه فقط کامپیوترهای شخصی بلکه تلفن‌های همراه هم به روش‌های آلوده میشن که این روش‌ها ما هیچ انتظار ازش نداریم، یعنی معمولا از اون جایی گزیده میشیم که اصلا انتظارش نداشتیم. مثال میزنم، خیلی اوقات تیکه‌های ریز جذابی وجود داره که در داخل موبایل میشه اضافه کرد. مثلا فرض کنید تلفن‌هایی که جاوا بیس هستن، خیلی وقت می‌بینید کدای جاوای کوچیکی این برون بر میشه پیدا کرد که مثلا اگر موبایل خودش امکان تلفن از میخوام منشی تلفنی نداره، این امکانش اضافه میکنه، یا یک بک‌گراندی بهش میده که مثلا این موجی میزنه، یا یک رینگتون جدیدی بهش اضافه میکنه، یا خیلی چیزهای اینجوری، چیزهای خردریزه کوچولویی که حالا جذابن و قشنگن و دوست داریم اضافه میکنیم. خیلی اوقات آلودگی دقیقاً از همون نقطه اتفاق میفته، یعنی اونجا همون جایی هست که ما در واقع گارد هامون پایینه. ما اگر بخوایم نرم افزاری روش نصب بکنیم که یه کار خاصی انجام میده، همیشه دقت میکنیم که خب اگه این نرم افزار داره از من پسورد گوگل هم پسورد جیمیل هم میگیره، چرا داره میگیره. اما در مورد چیزهای خردریزه به نظر میسه خیلی وقت ما ساده انگارانه تر هستیم، نصبش میکنیم و قشنگه و خلاصه چیز جالبیه. به طور خاص اگر چیزی رو لازم نیست روی تلفن همراه بگذارید، نذارید، اگر امنیت شما براتون مهمه. هر کدوم از این اجزایی که میگذارید یک نقطه در واقع خطر رو دارید اضافه میکنید، نه به این دلیل که این اجزا ریخته میشن، در واقع آدم های میشینن و اپلیکیشن های کوچیک جاوا مینویسن، کد های کوچیکی مینویسن که به ما صدمه بزنن، بلکه به این دلیل که آدم ها بی توجهی بی دقتی میکنن. یه اپلیکیشن نوشتن، اپلیکیشن اندروید بیست، یه بازی مثلا خیلی قشنگ با مزه هست و خیلی خوبه دیگه، ما هم دانلود میکنیم بازی میکنیم و این بکدور داره، آدم دیگه که بکدور داره میاد ازش استفاده میکنه. از نصب کردن هر جور اپلیکیشن ناشناخته که احتیاجی به وجودش نیست خودداری کنید. اگر این اپلیکیشن داره از شما سوالات عجیب غریبی میکنه، مثلا میخواد پسورد جیمیل شما رو بگیره یا هر چیز دیگری، اونجا معنیش اینه که باید یک قدم عقب‌تر بیستید، اینجا یه چیزی داره خرابه، نباید در واقع لازم باشه که من این کار رو انجام بدم. این مثال خیلی جالبی که اگر اشتباه نکنم در فضای تایلند اتفاق افتاد و اگر نگاه کنید، نمیخوام اسم ببرم، اگر نگاه کنید در فضای ایرانی چند مورد مشابهش وجود داره، من نشنیدم کسی تحلیل امنیتی روشون کرده باشه، بنابراین وارد جزئیات نمیشم و اسم نمیبرم. نرم افزارهای کوچیکی وجود دارن که خیلی از ما استفاده میکنیم. نرم افزاری مثلا برای اینکه وقتی داریم تایپ فارسی میکنیم نیم فاصله بهمون بده، اگه براتون اهمیتش بگیم نیم فاصله داشته باشید و هر دفعه نخواهید کنترل شیفت دو رو بزنید، حالا ویندوز 8 نرم افزاری وجود داره که لیات کیبورد شما رو تغییر میده. این نرم افزار دیکشنری کوچکی وجود داره که برای شما کار رو انجام میده. اگر شما کسی باشید که بخواید صدمه بزنید، بخواید نفوذ بکنید، احتمالاً دقیقاً کاری که میکنید اینکه از همین راههای کوچیک وارد میشید. مثلا اون زمانی که آیفون کیبورد فارسی خوبی رو پشتیبانی نمی‌کرد، اپلیکیشنی وجود داشت که این کارو انجام می‌داد. خب احتمالاً هر کسی میتونه تصور بکنه که کسی که می‌خواد روی موبایل فارسی بنویسه، احتمالاً یک کاری می‌خواد انجام بده که دنبال کردنش ارزشمنده. بنابراین منطق داره و میشه متوجه بود که چرا کسی ممکنه بخواد تلاش بکنه این ابزارهای کوچک ریزمیزه به نظر بی خطر رو در فضای وب پخش بکنید که آدم‌ها روی کامپیوتر شخصیشون روی تلفن همراهشون برای گجت‌های دیگه‌شون نصب بکنن و بعد دسترسی رو ایجاد بکنن. یه نگاهی به تلفن همراهتون بکنید. آیا چیزی روش هست که شما علاقه خاصی ندارید باشه؟ نیاز ندارید که باشه. شما احتمالاً اپلیکیشن فیسبوک رو بهش نیاز دارید. اپلیکیشن فیسبوک رو هم فیسبوک در واقع توسعه داده و میشه بهش اطمینان کرد. اپلیکیشن عجیبی که بگید اونجا هست چون یه بار جالب بوده، یه بازی بوده، یه چیزی بوده و بدون اون هم زندگیتون عملا شما مشکل خاصی نمیشه. آیا همچین چیزی روی موبایلتون دارین؟ دقت کنید که اصولا داشتن اپلیکیشن زیاد، نه فقط روی تلفن همراه، بلکه روی فیسبوک، بلکه روی براوزر و روی هر چیز دیگری، این نه تنها نکته مثبتی نیست، بلکه نشون دهنده خطرپذیر بودن فرده. این ذهنیت رو باید داشته باشیم همیشه که یه بازار خیلی خوبی وجود داره که برای اینکه اول برای اطلاعات شخصی، مثلا شماره کریدیت کارت آدمو، شماره حالا بیمه افراد در جایی مثل کانادا یا آمریکا و غیره، و این اطلاعات بازاری داره. برای به دست آوردن اینها باید یه روشی رفت جلو دیگه. آدم‌ها رو تو خیابون جلوش می‌گرفت، ازش این اطلاعات گرفت. پس از یه روش‌هایی باید جلو رفت و با توجه به اینکه در این بازار محتوا به شدت پخش میشه، میشه دونست که خیلی از ماها به
ابزارهایی که در نفوذ انجام شده و اینجاست که باید فکر بکنیم. نرم افزار مناسبتی. نرم افزاری که مثلا احتمالاً مثلا یه نمونه رو من داشتم نگاه میکردم، اگه اشتباه نکنم در بازار هم بود، یه اپلیکیشن اندرویدی بود که برای شما اسمس های جالب میساخت. مثلا واسه اسمس بزنید به مثلا مناسبت عید فطر، خب حالا خودتون خیلی احتمالا مثلا سخت بود خلاقیتش در اون لحظه و از این میرفته میگه یه چیزی کوچیک اینجوری. نرم افزارهایی که منبع انتشار اونها تایید شده نیست، تقویم های فارسی، کیبورد های فارسی، دیکشنری ها، نرم افزار آموزش بستن کراوات. بازی ها چطور؟ بازی داریم مثلا فرض کنیم مثل انگری بردز، خب نمیدونیم از کجا آمده، اما یه بازی کوچولوی جاوا بیستی که حالا یکی از خودش نوشته و ما هم گرفتیم ازش، یه پیشنهاد خوب اینه بعد از همین کلاس موبایلتون رو نگاه کنید، از دیدگاه یک کاراگاه بهش نگاه کنید، از دیدگاه یک کسی که داره نقاط نفوذ رو روی این پیدا میکنه، اون پیامای کوتاهی که اون رو هست میتونید در سرشون رو پاکشون کنید. اگر جای بکاپ گرفتی حواستون باشه اونجا هم هست، بعد اینجوری دونم نابودش بکنید. اپلیکیشن هایی که خیلی مهم نیست چیان اونا رو پاکشون بکنید. ما داریم سعی میکنیم از در واقع تلفن همراه رو به زندگیمون راه دادیم و باید مطمئن باشیم که آلودگی نداره. خیلی از این اجزای کوچیک در واقع آلودگی های رو میارن. تصور کنید داشتن این خردریزه ها روی تلفن همراه مثل این که یه بچه‌ای که تو خونه راه میره و خردریزه ها رو میذاره دهنش، احتمالاً صدمه به خودش میزنه. این خردریزه ها هم در واقع همون کار انجام میدن. رفتار تلفن همراه خودتون رو زیر نظر داشته باشید. اگه شروع کردی خطاهایی میده، این خطاها رو دنبال بکنه، ناگهان کراش میکنه، ناگهان هنگ میکنه، خیلی وقت خیلی هزینه‌ای نداره تلفنتون رو یه در واقع هارد ریستارت بکنید، پاک کنید از اول، ریستش بکنید، اپلیکیشنتون رو روش بذارید. خیلی از چیزایی که ما داریم، محتوایی که داریم روی یه فضای ابری دیگه، روی گوگل درایو یا غیر است، خیلی کار سختی نیست، چند ساعت طول میکشه. یه تلفن همراهی رو کاملا پاکش بکنیم و از اول شروع کنیم، اپلیکیشن ها روش بیاریم و بدونیم که چی رو میخواد. این نکته که فایل های پاک شده رو میشه برگردوند، این کاملا درسته، راجبش هم صحبت کردیم. نکته مهم اینه که اطلاع رو زمانی میشه برگردوند که اطلاع دیگه روش ذخیره نشده باشه. خیلی وقت ما فایل رو پاک میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که ما صرفا اون نقطه اولیه بهش رو گم میکنیم، یعنی اون از بین میبریم، محتوا هنوز اونجا وجود داره، میشه رفت روش دست داشت و برش داشت. که خب گفتیم روش های وجود داره مثل سی سی کلینر و غیره که روی کامپیوتر شخصی کار میکنه که این اطلاعات رو پاک کنه. در طول زمان وقتی از ابزار استفاده میشه، میشه خیلی وقت امیدوار بود که از اون فضا دوباره استفاده میشه و فایل ها نوشته میشن و در واقع این اتمام بود که قابل دستی نباشن، هرچند همیشه ما این خطر رو داریم. اما در مقایسه به هر حال ما پیام کوتاه رو گرفتیم، باید به یه ترتیبی بتونیم از در واقع اون آزار و شر اون خلاص بشیم. پاک کردن یکی از اون روش هست. خب گفتیم تلفن همراه زیر نظر داشته باشید، پیام های خطای عجیب غریب، پیام هایی که عجیبه تا حالا ندیدیمشون، رو حداقل با دوستانتون مشورت کنید. من این همش پیام گرفتم، این چیه احتمالاً؟ یه سرچ گوگل روش بکنید، تلفن من یه چیز عجیبی میگه، این چیز عجیب چی میتونه باشه. یه جلسه راجع به این موضوع خیلی صحبت خواهیم کرد که وقتی راجع به امنیت صحبت میکنیم دقیقاً منظورمون چیه. ما در مورد امنیت 100 درصد صحبت نمیکنیم، یعنی امنیت اینکه هرگز نشه و پیدا کرد صحبت نمیکنیم. شما نگاه بکنید آدم هایی که حرفه‌ای ترین ها بودن در این در حفظ امنیت خودشون، آدم هایی که مثلا کار اطلاعاتی میکنن، میرید در مورد جنگ سرد میخونید، یا آدمی که مثلا فرض کنید از بلوک شرق اومده بود در بلوک غرب یا غیر برعکس رفته، تمام اون در واقع ملاحظات امنیتی خودش رو انجام داد، نهایتا خیلی از اینها لو میرفتن. نکته مهم همون چیزی که دقیقاً دوستمون گفتن، یعنی در لحظه‌ای که موبایل دست کسی افتاده و چند دقیقه فرصت داره که بشه داشته باشه، در لحظه‌ای که پلیس اومده بود داره میگه، ما می‌خوام اونجا اون امنیت رو، در واقع میزانی از امنیت رو ایجاد بکنیم. همونطور که اول بحثم گفتیم، یه بخش دیگه این هم ممکنه پلیس درگیر قضیه نباشه، شما دوست دارید که دل خوشی ازتون نداره و میخواد احتمالاً دنبال یه چیزی میگردید که شما صدام بزنید، موبایل شما روی میزه و این آدم 10 ثانیه 20 ثانیه فرصت داره که توش بگرده، میخواد در واقع جلوی اونجا رو جلوی اون صدمه رو بگیرید، وگرنه وقتی از اونجا جلوتر میره کافیه که حکم قاضی وجود داشته باشه و میشه این اطلاعاتو در واقع بازیابی کرد. دقیقاً مسئله امنیت نسبی و امنیت مطلق. ما امنیت مطلق رو هرگز نمیتونیم بهش برسیم مگر اینکه بشینیم تو خونمون. اگه تو خونمون بشینیم ممکنه سقف خونه سرمون خراب بشه. مسئله اینه که میخوایم هوشمندانه با موضوع برخورد کنیم. مسیرهای ارتباطی که هر تلفن همراه اجازه میده، این یعنی مثلا بلوتوث، مدل های دیگه از تلفن همراه ارتباط اینفراد داره، حتی ارتباط وای فای،
اینها رو حواستون بهش باشه. وقتی که لازمی روشن نذاریدش، وقتی روشنی ورودی رو گذاشتین که حتی شما مطلعش نیستید، کسی ممکنه بلوتوثتون وصل بشه به هر روشی و از شما اطلاعی رو بگیره، فایل‌های شیر شده شما رو بگیره در حالی که شما نمی‌خواستین بزنین. ما هیچ وقت در خونمون رو باز نمی‌ذاریم بریم بیرون، ما هیچ وقت پولمون رو دستمون اونجوری نمی‌گیریم بریم، می‌ذاریمش جایی، می‌بندیمش و می‌ذاریمش. به تلفن همراه هم باید اینجوری نگاه کنیم، این موجودی، این جعبه‌ای که درش حجم زیادی از اطلاعات وجود داره. خاطرتون باشه جلسه قبل صحبت کردیم پسورد گذاشتنش. اتفاقا من تو این یک دو هفته گذشت از دوستانم شروع کردم سوال کردن که چقدرشون پسورد رو تلفن همراهشون دارن. کسانی پیدا کردم که هنوز ندارن. آیا تو این جمع ما کسی هست که روی تلفن همراهش پسورد نداشته باشه؟ رمز ورود نداشته باشه؟ داریم کسی رو؟ چند نفر از ما، چند نفر از شما رمز ورود تلفن همراهشون رو کس دیگری میدونه؟ مثلا عضوی از خانواده. یه نکته خیلی مهم اینه که ما وقتی در مورد مسئله امنیت صحبت میکنیم دوچار در واقع ترس بیش از حد یا پارانویا هم نشیم. یعنی مثلا دوستی در چت نوشتم که من دوستی دارم، خیلی بهش اعتماد دارم و ایشون پسورد من رو داره و من پسورد ایشون رو دارم. خب در مورد دونه دونه روابط شخصی آدم ها نمیتونیم صحبت کنیم. نکته خیلی مهم اینه، جلسه اول رو هم با همین بحث شروع کردیم، از نظام امنیتی که دارید مطلع باشید. من یک نظام امنیتی دارم که در اون دوست نزدیکی دارم که پسورد من رو میدونه و من اینقدرش اعتماد دارم که مهم نیستم. همزمان هم به این نکته خوب واقف باشیم که هر کدوم از ما صرفا منشأ اطلاعات در مورد خودمون نیستیم، ما منشأ اطلاعات در مورد آدم‌های دیگه هستیم. ما پیام‌های کوتاهی از دیگرانی داریم، ما آدم‌هایی رو در فیسبوک داریم باهاشون حرف زدیم و همین اطلاعات تلفن همراه ما قابل دسترسیه. یعنی این که من رمز تلفن همراهم رو اجازه میدم دوست نزدیکیم داشته باشه، در واقع دارم به اون دوست نزدیک اجازه میدم که به اطلاعاتی از دوستان من دسترسی پیدا کنه. یعنی مسئله من نیستم، مسئله امنیت من نیست، مسئله امنیت همین آدمایی که من اعتماد کردم. ما به هر حال وقتی که از تلفن همراهمون رو استفاده میکنیم و شبکه‌های اجتماعی هم همین هستن، تلفن همراه یه جور نقطه تمرکز همین هست، داریم آدم‌هایی دارن به ما اعتماد میکنه و با اجازه دادن به دیگری، به نفر سومی که بتونی به تلفن همراه ما دسترسی داشته باشه، ما داریم فرض میکنیم که تک تک اون آدم‌ها رضایت دارن به وجود اون نفر سوم. این معنیش این نیست که همین الان رمز تلفن همراهتون تغییر بدید و اجازه ندید هیچ کسی دیگه بهش دسترسی داشته باشه. نکتهش اینه که بهش فکر بکنید که دیگری به رمز من دسترسی داره، این چه معنی داره؟ آیا دوستان من از دونستن این موضوع خوشحال خواهند بود یا خیر؟ این نکته هم مهمه. دوستی در چت نوشتن که مسئله خطر به خطر انداختن دیگرانه. به هر حال وقتی حالا ببریم در زمینه فعالیت اجتماعی صحبت بکنیم، دیگری که رمز تلفن همراه شما رو میدونه و حالا متأسفانه مشکل برای شما پیش اومده و شما در تلاش میکنید که رمز خودتون رو ندید، اون دیگری که میدونه، در صورتی که نهادهای امنیتی بدونن، اون دیگری تحت فشار قرار میگیره. اون دیگری که اطلاعی داره که اطلاع با ارزشه. به این مسئله پس دوباره فکر بکنید. نظام امنیتی دیگه میتونیم بشینیم 5 دقیقه روش فکر کنیم که دیگری رمز ایمیل من، رمز تلفن همراه من رو میدونه، این دقیقاً چه معنی داره، من چه خطری دارم برای خود اون آدم ایجاد میکنم، چه خطری برای دیگران ایجاد میکنم و این مسئله در واقع حریم شخصی رو خیلی باید جدی بگیریم. خب بیایم برسیم به موضوع بحث جلسه چهارم. در تصور من این بود که اون بحث پیام کوتاه رو میتونیم خیلی سریع تموم کنیم، ولی در واقع طول کشید. اگر دوستان صحبتی دارن صحبت کنید. میخوایم بریم در مورد مسئله مکان صحبت بکنیم که شما همین الان تستاش رو هم زدید. مسئله مکان یکی از اون نکات مهمیه که تلفن همراه رو به شدت از کامپیوتر شخصی متفاوت میکنه. خیلی از کارکردهای دیگری که تلفن همراه برای ما داره رو کامپیوتر شخصی هم داره. ما داریم میبینیم در تو فیسبوک چت میکنیم، اونم میتونیم فیسبوک چت بکنیم، با این موزیک گوش میدیم، با اونم میتونیم موزیک گوش بدیم، با این دوستام صحبت میکنیم، با اونم دوستام صحبت میکنیم، با این حساب بانکیمون رو چک میکنیم، با اونم حساب بانکیمون چک میکنیم. این شباهت ها وجود داره. بنابراین خیلی اوقات مسئله در واقع امنیت اینا به شدت به هم نزدیکه، خیلی وقت نمیشه فاصله داد بهش. در نهایت هم تلفن همراه و کامپیوتر شخصی به لحاظ سخت افزاری دیگه این روزا چندان با هم متفاوت نیستن. یعنی طرحهایی هم وجود داره که شما تلفن شخصی داشته باشید که بتونید بهش در واقع موس و کیبورد وصل کنید و وصلش کنید به مانیتور. یکی از نکات کلیدی که تلفن همراه رو متفاوت میکنه از در واقع کامپیوتر شخصی اون الان میشه صحبت می‌کنیم، مسئله مکانه. تلفن همراه معمولا همراه ماست، جیبمونه، در نزدیکترین فاصله بدن ماست، در حالی که کامپیوتر شخصی احتمالاً روی میزه، خیلی وقت با خودمون جایی نمیبریمش. اگه بخوایم سینما کامپیوترمون نمیذاریم زیر بغلمون ببریم، اگر
یه جایی نشستیم با دوستمون رفیقمون داریم حرف میزنیم و مثلا چای میخوریم و رفتیم بالای مثلا قله رفتیم توچال نشستیم داریم چای میخوریم، اونجا کامپیوتر شخصی هیچکدوممون همراهمون نیست ولی احتمال اونجا موبایل هر دومون همراهمون هست. این مسئله مکان خیلی مسئله کلیدیه. به تلفن همراه به این مفهومی باید به عنوان یک موجودی نگاه کرد که علاقه مکان داره، جذب میکنه مکان، این اطلاع مکان رو استفاده میکنه. خیلی از کارکردهایی که ما ازش میگیریم به این دلیل داریم ازش میتونیم بگیریم که در واقع از مکان مطلع، و همینجاست که خطراتی هم پیش میاد. تلفن همراه میدونه که کاربرش کجاست با دقت‌های متفاوتی. خیلی وقت این دقت‌ها رو اگر دقت مثلا روی گوگل مپ ببینید دقت‌ها خیلی زیادن. این مکان رو از طریق ارتباطی که با در واقع ساختار مخابراتی داره میگیره، مثلا برج‌های مخابراتی میگیره، و علاوه بر این از اطلاعات محلی هم استفاده میکنه، شبکه‌های وای‌فای محلی و غیره رو استفاده میکنه و میدونه که کاربرش کجاست. اگر امتحان کرده باشی، خیلی اوقات دنبال دوستی داریم میگردیم، یه جاش قرار گذاشتیم، بهش میگیم که مثلا برو تو فیسبوک با من صحبت کن، مکان رو روشن کن، و از اون اطلاع مکانی که میاد میتونی پیداش بکنی. خیلی اوقات احتمالاً همون این کارو کردی، بهش میگیم مکانت رو من شیر کن، حتی از طریق آیفون این کار خیلی راحت میشه انجام داد، خیلی هم کمک میکنه. و این مکان رو تلفن همراه در اختیار اپلیکیشن ها قرار میده. خیلی وقت ما میدونیم این اپلیکیشن ها چی کار دارن میکنن، مثلا عکس تو اینستاگرام گذاشتیم میخوایم روی نقشه هم بذاریمش به این دلیل که مثلا بعدا یه آرشیو داشته باشیم روی نقشه باشه. خیلی وقت هم حواسمون نیست. به طور مثال دوباره برگردم به چت فیسبوک، برای من پیش اومده داشتم دوستی صحبت میکردم، بعد دوستم گفت ای فلان جا هستی، بعد متوجه شدم که این تیکه این گوشه خورده بوده و مکان من هم داره فرستاده میشه. و خیلی مواقع دیگر هست ما عکسی رو گرفتیم، اطلاع مکان در اون به صورت جیو تگ وجود داره، بعدن متوجهش میشیم که اینجا هست. گفتیم که مسئله مکان مسئله ایه که خیلی اوقات استفاده از اپلیکیشن ها رو معنیدار میکنه. مثلا شما یه اپلیکیشنی دارید که باهاش رستوران پیدا میکنه یا باهاش رفتی توی شهر دیگه ای، مثلا مثل تریپ ادوایزر میخوام کجا رو برم ببینم، بدون دونستن مکان اصلا استفاده از این اپلیکیشن معنی نداره. پس نمیتونیم همیشه خاموشش بکنیم. اون بحث دوستمون نوشتن ایرپلین مود بریم، نمیتونیم خاموشش بکنیم. و علاوه بر این اصولا تلفن همراه نیاز داره بدونه کجاست، برای اینکه بدونه با کدوم برج تماس بگیره. یعنی اون مکانی که ما میتونیم از اپلیکیشن ها دریغ بکنیم، اجازه ندیم فیسبوک بدونه ما کجا هستیم وقتی توییت میکنیم مکان رو ازش بگیریم، اون لایه دوم مکانه. لایه اول مکان در واقع اون چیزی که تلفن همراه میدونه که داره با کی تماس میگیره. دوستی نوشتن استفاده از فیک جی پی اس بد نیست. اگر اشتباه نکنم یکی از بچه‌های وبلاگ نویس یه بار از این اپ استفاده کرده بود، یکی از بچه‌هایی که بیرون از ایران زندگی میکنه، و یه توییتی کرده بود که الان نشستم بالای قله توچال و دارم مثلا چای میخورم یه همچین چیزی، و اگر جیوتگ توییتش رو نگاه میکردید همونجا بود، و اگر اشتباه نکنم از همین اپلیکیشن استفاده کرد. این حداقل یک نفر رو میشناسیم که این رو استفاده کرده. ببین نگاهی بهش بکنیم، یه نگاهی به این اپ بکنیم. ما الان راجع به این صحبت کردیم که هر اپی که بهش نیاز نداریم رو در واقع روی موبایل نگذارید. خب الان یه اپی رو داریم میبینیم که جالبه، اما آیا میارزه به کارش؟ میارزه به این که ما در واقع این خطر رو بکنیم؟ آیا میتونیم اعتماد بکنیم به این اپ یا خیر؟ این نمونه خیلی خوبی الان که اون بحثی که ما داشتیم در واقع دیگه رو پیش میکردیم در مورد اپلیکیشن های خردریزی که جای پیدا میکنیم، جالبن چطور بخوایم ازشون استفاده بکنیم. احتمالا خیلی اوقات ما از این میخوایم استفاده بکنیم، صرفا جنبه حالا داره، مثلا یه دوستی میخوایم شوخی بکنیم، میخوایم بگیم من الان مثلا اصفهان هم در حالی که نیستم، و این اپلیکیشن رو نصب میکنیم. آیا این خطر رو بکنیم؟ دارم الان این رو تحلیل انجام میدم، میخوام با هم اون رو انجام بدیم. خب یه اپلیکیشن داریم به اسم فیک جی پی اس لوکیشن. 22 نوامبر 2013 اشتباه نکنم احتمالاً آخرین آپدیت، چون قبل از این هم راجعش شنیده بودم، 4 روز پیش احتمالاً آخرین بروز سازیش اتفاق افتاده. خب 3117 نفر این اپلیکیشن رو نصب کردن، 2881 نفر این رو لایک در واقع پلاس زدن. خب به نظر میاد که میشه بهش اعتماد کرد، داریم یه چیزی رو ابزاری رو میبینیم که تعداد زیادی از آدم‌ها ازش استفاده کردن. ریویو ها رو نگاه میکنیم، 3200 نفر بودن ریویو گذاشتن که 2300 نفر از این 5 ستاره بهش دادن. شروع میکنیم این مقداری از ریویو ها رو میخونیم. خب به نظر نمیرسه کسی خطر خیلی ویژه‌ای براش اتفاق افتاده باشه. تا اینجا همین مسئله معنیش اینه که به راحتی نمیشه گفت که از این اپلیکیشن نباید استفاده کرد. دلایلی وجود داره که میتونیم از این اپلیکیشن استفاده کنیم. به نظر میرسه کاری که میگه رو انجام میده، خطرات جانبی هم نداره. خوبه به این فکر بکنیم که چطور میشه از این اپلیکیشن استفاده کرد و
در اون حالا مبحث فعالیت اجتماعی ازش استفاده کرد. در انتهای بحث این جلسه ما میرسیم به یه جایی که راجع به این صحبت میکنیم که چطور میشه اگر اون در واقع شرح درسی رو که گرفتید بهش نگاه بکنید، بحث راجع به این هست که چطور میشه اطلاعات مکانی رو نادقیق کرد یا با تأخیر منتشر کرد. میشه تصور کرد که از این هم شبکه‌کشی میشه برای این کار استفاده کرد، اما همچنان باید روش فکر بکنیم، روش حرف بزنیم. خب بعد از این توی فوری میخواد راجع به این تجربه با این صحبت بکنیم. نکته مهم اینه که ما برای فعالیت اجتماعی فضای مجازی رو انتخاب میکنیم، در این فضا فعالیت میکنیم چون خطر کمتری داره، بهمون امکانات ویژه‌ای رو میده. مکان اون موضوع مهمیه که ما رو وصل میکنه به دنیای حقیقی. یعنی ما از آدم ها میخواییم که بیان در مکان کار رو انجام بدن و همین در برای هم در یک مکان خاص نشستیم و اینها در واقع اون هزینه رو ایجاد میکنه. الان وارد اونها بیشتر با راجع به مسئله با جزئیات صحبت خواهیم کرد. دقت بکنید که خیلی اوقات همونطور که حرفش رو زدیم اطلاع مکان منتقل میشه بدون اینکه ما بدونیم، بعداً ازش خبردار میشیم. مثلا فرض کنید شما یه عکس روی اینستاگرام بگذارید، این که در چه مکانی گرفته شده در صفحه خود عکس قابل دیدن نیست، ولی بعد میتونید برید در یک صفحه نقشه شما و ببینید که این تک تک این عکس‌ها در واقع با مکانشون ذخیره شدن. اگه یادتون باشه چند ماه پیش مشخص شد که وقتی شما از آیفونتون بکاپ میگیرید توی آیتیونز، یه فایل خیلی بزرگی درست میکنه و یه عالم فایل XML و غیره کس، یکی از این فایل ها در واقع یک دنبال کرده شما رو در مکان و در اون فایل اطلاعات وجود داره، رمزگذاری هم نشد که بعدن اپل توضیح داد که ما این رو استفاده میکنیم برای بهینه کردن جی پی اس و غیره. اون نکته اون نیست، نکته اینه که اگر کسی قصد داشته باشه شما صدمه بزنه به لحاظ فنی بنز کافی نکته رو بدونه، میتونه به یکی از بکاپ های شما دستی پیدا بکنه، نقشه بکشه که شما قبل از این کجا بودید. و این ما رو میرسونه به پیشازمونی که در این مطلب نوشته. میخوام این رو دوستانمون انجام بدن. به یک مفهومی میخوایم سعی بکنیم نقش بازی بکنیم. دقیقاً متادیتا. میخوایم نقش بازی بکنیم. ما تا اینجا خیلی اوقات خودمون رو گذاشتیم در موقعیت انسانی که در خطره و فکر کنیم که من چطور در خطر نباشم. من به پیام‌های کوتاهی دارم که در خطره، من مکانی دارم که در خطره، من پسوردی آیا دارم که در خطر هست یا نه و غیره. گاهی وقت خوبه برای اینکه ما تصویر بهتری داشته باشیم بیایم این رو از اون طرف بهش نگاه کنیم. بیایم تلاش بکنیم خودمون رو در خطر بندازیم یا دیگری رو در خطر بندازیم. یعنی من اینکه واقعا در خطر بندازیمش بلکه شناسایی بکنیم. این کار احتمال در مورد خودمون سخته چون اطلاعات زیادی در مورد خودمون داریم. ولی دوستی رو انتخاب بکنید در یکی از شبکه‌های مجازی و تلاش بکنید دنبالش بکنید. فقط از اون در واقع مجموعه اطلاعاتی که در اونجا گذاشته، کجا رفته چکین کرده، بعد احتمالاً دیگه با کی بوده، سعی بکنید در واقع شما آدمی هستید که از طرف یک نهاد امنیتی گماشته شدید برای اینکه مثلا دنبال بکنید جزئیاتی از زندگی شخصیش به دست بیارید. مثلا پیدا بکنید که سه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر ایشون از یه جایی چکین کرده که دوست دیگری هم اونجا چکین کرده، به نظر میسونه که اونجا با هم دیگه بودن و بعد حالا اینجا میخوام کار کارگاهی انجام بدیم، احتمالاً اینو رجبی چی داشتن صحبت میکردن. سعی بکنیم در واقع برای این آدم میخوایم انگار دردسر براش درست کنیم، انگار میخوایم این آدم رو در واقع رصد بکنیم. سعی کنید این کارو واقعا انجام بدید. خروجی این رو کاملا لازمه که تک تک اطلاعات شخصی از این حذف بشه. نه میتونید دو نفر با هم این کارو انجام بدید، قرار بذارید که من میخوایم به هم کمک بکنیم، میخوایم به هم نشون بدیم که این مجموعه اطلاعاتی که میگذاریم بیرون تا چه حدی میتونه به هم صدمه بزنه. پس بنابراین دو نفر و مجموعه اطلاعات به هر حال بیرون هست، شما اطلاعی رو از این آدم به صورت از باب رفاقت نمیگیرید، صرفا میخواید صفحه فیسبوک این آدم رو مرور بکنید، توییترش رو مرور بکنید، اینستاگرامش رو مرور بکنید، ببینید این اطلاع مکان چقدر اونجا وجود داره و از روی این سعی بکنید در واقع یک کار کارآگاهی روش انجام بدید و بعد هم نهایتاً بهش هشدار بدید. باز میخوام الان میکروفون بهتون میدم. شرکت هایی وجود دارن که این کار رو انجام میدن، یعنی شما اینها رو استخدام میکنید، میان سعی میکنن رخنه بکنن در ساختار امنیتی شما، تو شبکه شما سعی میکنن رخنه کنن، در نظر شما رو سعی میکنن هک بکنن و پول بهشون میدید. هدف اینه که خطر رو پیدا بکنید قبل از اینکه کسی خطر رو پیدا کنه که میتونه صدمه بزنه. پس این رو به عنوان در واقع پیش آزمون این بحثمون انجام بدید. به این ترتیب هم به خودمون کمک کردیم یه تصویری به دست بیاریم از اینکه مجموعه اطلاعاتی که بیرون داریم میذاریم به چه اندازه است، چه چیزهایی ازش میشه در آورد و برای خودمون در واقع یک فرایند آموزشیه. از طریق در واقع داریم بازی دزد و پلیس انجام میدیم، اما اینجا در واقع پلیسی هستیم که سعی میکنه اطلاعات استخراج کنه و اینجوری دفعه بعدی که شاید سعی داشتیم توییت میکردیم و اون دکمه رو زدیم که جیو تگ بکن، شاید دستمون خود لرزید، فکر کنیم که من شاید این کارو نباید بکنم. الان مثلا من دارم توییت میکنم که دارم میرم سفر و بعد هم دارم یه جیو تگ میذارم که من خونم اینجاست، خب هر کسی میتونه بخونه بفهمه که احتمالاً خونه خالیه، من میتونم برم اونجا مثلا
کاری انجام میدم، یا خیلی موارد خیلی مشابه این وجود داشته که صدمه هایی به آدم ها زده، بیایم و خودمون رو آموزش بدیم در این زمینه و به دوستانمون هم آموزش بدیم. من خیلی علاقمندم که از این مقاله ای در بیاد با ذکر به درباره با حذف تمام جزئیات شخصی. نمیخوام اسم اون آدم رو ببریم، نمیخوام در واقع جزئیاتی که از اونم پیدا کردیم حالا بزنیم در فضای عمومی که آدم ها میتونن صدمه بزنن، ولی اینکه شرح این کار چطور بود، بعد آدم ها رو ترغیب بکنیم به اینکه برن روی خودشون یا با دوستان دیگرش این کار رو انجام بدن و یک در واقع تخمینی از این مسئله به دست بیارن. خب این که میگیم اطلاع مکان در تلفن همراه اهمیت داره، از چند در واقع جنبه این اهمیت اتفاق میفته. نکته خیلی مهم اینه که فعال مجازی انتخاب میکنه که در فضا فعال اجتماعی باز میخوام انتخاب میکنه در فضای مجازی کارش رو انجام بده، اما حقیقت اینه که این آدم در یه نقطه‌ای از کره زمین نشسته. ما در واقع در جهان فیزیکی هستیم و در جهان مجازی کار میکنیم. خیلی اوقات ممکنه دوچار این تخیل بشیم، دوچار در واقع این وسوسه بشیم که حضورمون در این جهان فیزیکی رو فراموش بکنیم. اگر شما فیلم ماتریکس رو دیده باشید، اونجا این رو خیلی خوب می‌بینید. آدم‌هایی که داخل اون باتری هستن در دنیای فیزیکی اند، آدم‌ها به نهایت در دنیای فیزیکی میشه صدمه زد و گاهی اوقات صدمه زدن به دنیای فیزیکی ساده‌ترین روش برای حذف یک انسانی از دنیای از فضای مجازیه. در واقع تلفن همراه با دونستن مکان ما فضای مجازی و فضای حقیقی رو مرتب به هم متصل می‌کنه و صرفاً کافی یک نفر علاقمند باشه بنز کافی که این اتصالات رو دنبال بکنه و صدمه بزنه به ما، در واقع اون صدمه که میخواد بتونه ایجاد بکنه. علاوه بر این گروهی که میخواد فعالیت اجتماعی داشته باشه خیلی اوقات احتیاج داره که آدم‌ها رو در یک نقطه‌ای جمع بکنه. بهشون میگه بیاید در میدان فلان جا، میخوایم راجع به موضوعی مثلا گرد همایی انجام بدیم، یا 20 نفر آدم رو ببرید توی اتاقی که میخوام باهاشون حرف بزنم. اونجا باز دوباره نقطه‌ای که این دوتا به هم وصل میشن. در سوالات کویزمون در واقع راجع به موارد صحبت میکردیم، زمانی که فعالیت مجازی منتهی به فعالیت در دنیای حقیقی میشه، اطلاع مکان میتونه به نهادهای امنیتی کمک بکنه که در واقع این خط رو دنبال بکنن و در واقع به حرکت صدمه بزنن. نکته مهم اینه که مسیرهایی که ما استفاده میکنیم رو نهادهای امنیتی ابزارهای خیلی زیادی برای شنود و انسداد اونها دارن و در نهایت همونطور که گفتم خیلی از اوقات بهترین روش، بهترین از دیدگاه کسی که میخواد حرکت رو متوقف کنه، فعال اجتماعی رو در واقع در خطر بندازه، پیدا کردن اون آدم و دستگیر کردنش و قطع ارتباطش با فضای مجازیه. اگر دوباره برگردیم به مثالی که از فیلم ماتریکس زدم، ساده ترین راه خیلی اوقات کشیدن اون کابلیه که پشت سر هر کسی هست. با کشیدن اون کابل در واقع فرد رو از فضای مجازی قطع میکنه. اطلاع مکان اینجا به نهادهای امنیتی کمک میکنه. علاوه بر این مسئله مکان یه جای دیگه هم مهم هست. ما تلفنمون تلفن همراهمون دستمونه، داریم تو فیسبوک یه چیزی با کسی صحبت میکنیم، یه چیزی رو لایک میکنیم، مطلب رو داریم، نوتی رو داریم مینویسیم، چیزی رو داریم شیر میکنیم، کامنت میزنیم و غیره. اما در نهایت مضمون ارتباطی ما از سیمهایی میگذره، از آنتن‌های با آنتن‌های میره که آنتن‌ها در دنیای فیزیکی وجود دارن. میشه رفت این آنتن‌ها رو محاصرهشون کرد، میشه رفت کششون دستی پیدا کرد، میشه این سرورها رفت دستی پیدا کرد و از این طریق اطلاعات رو استخراج کرد. پس حضور ما در دنیای مجازی به شدت وابسته به مکان، نه فقط چون خودمون هستیم، بلکه به این دلیل که سخت افزاری که روش کار می‌کنیم هم در یک در واقع محیط فیزیکی تعریف میشه و با دسترسی فیزیکی به این سخت افزار به راحتی میشه اطلاعات رو استخراج کرد. همونطوری که دوستمون گفتن صرفاً کافیه لازم باشه که کسی متن مثلا پیام‌های کوتاهی که فرستاده مشخص بشه، حتی ایمیل، موارد خیلی زیادی بوده که کسی دستگیر شده و ایمیلش در واقع به عنوان مدرکی در دادگاه علیهش استفاده شده. با دستی فیزیکی به سخت افزارها تک تک اینها رو میشه استفاده کرد. این بحث کجا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه؟ اونجایی که این در واقع تبدیل رفتن از اینترنت به معنی شبکه جهانی به شبکه ملی اتفاق می‌افته. یعنی زمانی که اینترنت حلال، اینترنت پاک یا هر اسم دیگری که داره، زمانی که اون اتفاق بیفته، اونجایی که این مسئله خیلی حساس تر میشه. در حال حاضر ما میتونیم فکر بکنیم که داریم مثلا روی سرورهای وایبر یا فیسبوک کار میکنیم، اگر احتمالاً شانس بیاریم و این رمزگذاری به نحوی وجود داشته باشه و پیام ما روی سرور فیسبوک بره و ما بتونیم این خط رو پاک بکنیم، بعد از اون خطری دیگه نداره. برای به این دلیل که احتمال اینکه هیچ کدوم از اون نهادهایی که میخوان در واقع جلوی فعالیت اجتماعی رو بگیرن بتونن به سرورهای فیسبوک دسترسی بشن به شدت پایینه. خب البته این خب در زمینه ایرانیش تعریف میشه. اگر شما فعالی بودید که مثلا داشتید در کشور کانادا یا آمریکا کار میکردید، اونجا این احتمال رو نداشتید. بحث
در واقع اینترنت ملی رو می‌کردم، اون زمانی که این تغییر اتفاق بیفته اونجایی هست که ما باید خیلی از محصول دوباره انجام بدیم، یعنی زمانی که ما روی تلفن همراهمون دیگه اپلیکیشن فیسبوک گوگل پلاس و غیره نداشته باشیم، بلکه اپلیکیشن مثلا فیس نما و هر نمونه دیگه club.com و غیره رو داشته باشیم، اونجا دیگه فقط ما دغدغه و نگرانیمون زمان ارتباط نیست، اینکه من دارم یه چتی رو انجام میدم روی فیسبوک و مسیر من اگر امروزه شده هست یا نه که دام اونجا میره و آدم دیگه که میخواد دستی کنه با محتوا و بعد آید در تلفن من میمونه در تلفن دیگه، صرفا نگرانی هم اینها نیست، ما نگرانی جدیدی داریم، اون همینه که سرورهایی که روشون کار میکنیم هم در هر لحظه در واقع در اختیار نهادهایی هستن که میتونن در حالا برای ما مسئله رو ایجاد بکنن. برمیگردیم دوره مسئله مکان. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در استفاده از شبکه‌های مجازی و ابزارهای تکنولوژیک میشه کرد اینه که ما فراموش بکنیم اتصال مکانی رو که وجود داره. زمانی که ما سرمون در ابرهاست، داریم در فیسبوک میچرخیم، پاهامون رو زمینه و از طریق این پاهامون ما میتونیم به شدت صدمه بخوریم. یکی از نکات مهم اینه که زمانی که داریم تکنولوژی ارتباطی مدرن نگاه میکنیم، باید بتونیم رفتار انتقادیمون رو باهاش داشته باشیم. یکی از اتفاقاتی که تکنولوژی مدرن در واقع تکنولوژی ارتباطی مدرن انجام بده اینه که ارتباطات ما رو مستند میکنه. اگر قبل از این موقع یه کسی میرفتیم یه گوشه میشستیم حرف میزدیم و صدامون احتمالاً حواسمون نبود که صدامون ضبط نکنه، اون حرف انجام شده بود و تموم شده بود رفتیم پی کارش، ولی وقتی شما موبایلتون رو برمی‌دارید و به یه کسی پیام کوتاه میزنید، این مفهوم ارتباطی، اون محتوایی که منتقل شده میتونه تا زمان بی‌نهایت باقی بمونه. بعدها سالها بعد یه آدمی میتونه بیاد و بره به اون محتوا رجوع بکنه و به این ترتیب سعی بکنه که در واقع دردسری رو ایجاد بکنه. تبدیل شدن مسئله ارتباط از یک وضعیت همزمان، چیزی که من حرفا میزنم و شما حرف میزنید و این حرفا در واقع در هوا پخش میشه و از بین میره، به یک ارتباط غیر همزمانی، ارتباط تراکنشی که در زمانهای متفاوت هم اتفاق میفته، معنیش اینه هر آدم دیگه هم میتونه بیاد و به این محتوا دستی پیدا کنه. این محتوا کجاست؟ در یک سروریه، احتمالاً در یک ساختمانی در میدون ولیعصر، این دلیلی که ما داریم از فیس نما استفاده میکنیم و کافی که هر زمان پلیس علاقمند باشه که بدونه که ما چیکار داریم میکنیم که بره اونجا و در واقع محتوا رو بیرون بیاره. خیلی واجدی از این پیام ممکن در سرورهای میانی هم باقی مونه و اون وقت در واقع مسئله هزینه دارتر میشه. یکی از دوستان مثالی رو زدن در مورد متادیتا، این هم خیلی نکته مهمی. خیلی وقت ما نمیخوایم، نکته مهم اساسی برامون صرفا محتوایی که رد و بدل شده نیست، بلکه ذات رد و بدل شدن یک محتواست که میتونه در واقع منتهی به هزینه بشه. امروز یه مطلبی من در فورم گذاشتم، یه خبری از گاردین در مورد در واقع اون صنعت فروش وسایل شنود که یکی از نکات خیلی مهم در این مسئله است. ما خیلی اوقات در مورد مسائل امنیتی تلفن همراه، کامپیوترهای شخصی و غیره صحبت میکنیم و به نظر میرسه که مخاطبمون هم در واقع اینکه با چه کسی داریم مبارزه میکنیم هم ساختارهای حکومتی تمامیت خواه یا در واقع نهادهای با در واقع اهداف جنایتکارانه هستن که میخوان اطلاعات شخصی ما رو بدزدن و باهاش کاری انجام بدن. ما داریم سعی میکنیم جلوی اینها رو بگیریم. واقعیت اینه که یک لایه دیگری هم وجود داره، اون لایه دیگر یک اقتصادی که من همراه این موضوع میچرخه، یعنی زمانی که شما مثلا میبینید در موقعیت‌های خاصی مثلا سرورهای مختلف مخالفین یا منتقدین سیاسی و اجتماعی تحت حملات داستاتک قرار میگیرن، خب اونجا سوال خیلی خوب اینه که این کار چطوری انجام میشه و نکته اینه که خب این در واقع یک بازاری براش وجود داره، نهادهای زیرزمینی وجود دارن، موجودیت‌های زیرزمینی وجود دارن، تعداد خیلی زیادی کامپیوتر رو هک کردن، به صورت زامبی اینها رو در اختیار دارن و بعد از اون در زمانی که احتیاج دارن میتونن در واقع مشتریشون خدمات بدن. مشتری هم کسی که میخواد وبسایت رو در واقع ساکت بکنه. موقعیت ویژه قبل از انتخاباتیه و هر دلیلی فضای اجتماعی سیاسی یه مقداری آشفته است، آشوب داره و به هر حال همچین نیازی داره. نکته خیلی مهم همون وجود در واقع اون ارائه دهندگان این خدمات هم هست. این خبر رو نگاهی بکنید، راجعش صحبت بکنید در فورم. نظرتون چیه راجع به مسئله؟ چه کار باهاش میشه کرد اصولاً؟ آیا نهادهای مشابه رو در زمینه ایرانیشون میشناسیم؟ شرکت‌هایی که به نظر میاد که فعالیتشون صرفاً اینکه دارن محصول رو میفروشن ولی در واقع محصولشون در نهایت به ضرر دیگران در واقع منتهی میشه. دوستمون در چت نوشتن برای اینکه بدونیم هکرها چگونه عمل میکنن باید با دید پلیسی به تلفن همراه خودمون نگاه کنیم. این خیلی حرف خوبیه. فکر میکنم تمرین عملی این جلسه رو همینو بذاریم. شما
الان که جلسه تموم شد احتمالاً کویز رو الان میذارم دوباره جواب میدید، یه 10 دقیقه با موبایلتون خلوت کنید، شروع کنید نگاهش بکنید، با این دید بهش نگاه کنید، سعی بکنید در خودتون صدمه و آزار ایجاد بکنید با توجه به محتواتون، به این فکر بکنید که یک آدمی که میخواد به شما صدمه بزنه چطور میتونه از این ابزار استفاده بکنه، و وقتی تونستید این موارد رو پیدا بکنید به این فکر بکنید که این ابزاریه که همیشه همراه شماست، این اطلاعات رو داره جمع میکنه و خیلی اوقات هم ممکنه یک گوشه روی میزی گذاشتینش، پسورد داره یا نداره، پسورد چه به کسی دیگه در واقع اطمینان کردید یا خیر و چه صدمه هایی میتونه ایجاد کنه. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.